درود به دوستان و همراهان با کلای مهاجرت و پناهندگی دکتر بهادری در این ویس توضیحاتی به منظور آگاه سازی شما عزیزان در خصوص راهکارها، مسیرها و قیمت حدودی برای افرادی که قصد مهاجرت به کشور انگلیس رو دارن ارائه میشه. برای اخذ ویزای انگلیس دو گروه افراد هستند که شرایط عادی و شرایط خاص دارند. در ابتدا در مورد افرادی که شرایط خاص دارند خدمتتون عرض میکنم. گروه اول دوستانی هستند که سن اونها پایین تر از سی سال هست. آنها می توانند از طریق گرفتن ویزای تحصیلی اقدام کرده و وارد کشور انگلیس شوند. گروه دوم پدر و مادران عزیزی که می توانند برای فرزندانشان ویزای دانش آموزی گرفته و به همراه آنها برای خودشون نیز اقدام کرده و در کشور انگلیس برای خود درخواست پناهندگی بدهند نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که شما با داشتن هر نوع ویزایی وارد کشور انگلیس شوید برای درخواست پناهندگی قطعاً به کیس خطری که ثابت کنه شما هیچ امنیت جانی در ایران نداشتید احتیاج دارید تا با درخواست پناهندگی شما موافقت بشه. گروه سوم دوستانی هستند که اقامت کشورهای امارات، عمان، چین و همچنین کشورهای غیر را دارند یا میتونن از این کشورها اقامت بگیرند. این دسته از عزیزان با ارائه پروندهی به سفارت که شامل تمکن مالی و اعلام کار و شغلشون هست میتونن برای ویزای توریسی انگلیس اقدام بکنن و وارد این کشور بشن. گروه چهارم دوستانی هستند که از مسئولین بالا رتبه در ایرانن. با گرفتن دعوتنامه قوی میتونن برای ویزای توریسی کشور انگلیس اقدام بکنن و وارد این کشور بشن. حال در مورد افرادی که شرایط عادی دارن خدمتتون ارز میکنم همونطور که میدونیم راههای رسیدن به کشور انگلیس همچنان مثل گذشته است و شما عزیزان می توانید با رفتن به یک کشور اروپایی و گرفتن ویزای شینگن برای کشور انگلیس اقدام بکنید اما بهترین امترین و کم هزینه ترین راه برای اخص ویزای شینگن داشتن یه شرایطی هستش که خدمتتون ارز میکنم. شرط اول داشتن تمکن مالی سرپرست خانواده است. یعنی در حساب جاری بانکی سرپرست خانواده بایستی حداقل ده هزار یورو باشه، که اون مانده حساب شما محسوب میشه که پرینت تمکن مالی برای سفارت لازمه شرط دوم داشتن گردش حساب بانکی سرپرست خانواده است این گردش حساب بین سه تا 6 ماه صورت میگیره که حتما باید نوع گردش حساب شما با نوع درآمد شما همخوانی داشته باشه پرینت گردش حساب هم برای سفارت لازمه شرط سوم داشتن سند ملکی مسکونی است که این سند ملک جهت اطمینان سفارت می باشد که شما در ایران ملک دارید و باید کپی سند ملک مورد نظر را به سفارت ارائه دهید. شرط چهارم داشتن بیمه شغلی است. این بیمه شغلی تضمین شغل شما در ایران است و به سفارت این اطمینان میده که شما به خاطر کار و شغلتون به ایران برگشت دارید و این نیز برای سفارت لازمه. شما دوستان برای اخذ ویزای شنگن با داشتن شرایطی که ذکر کردم اگر با کارگزار اقدام بکنید حدود قیمت ها بستگی به کارگزارها و پرونده شما داره که حدوداً برای هر نفر 6000 تا 10000 یورو می باشد که کارگزار پس از دریافت این مبلغ روی پرونده شما کار کرده و برای شما دعوتنامه قوی گرفته و در انتها برای شما ویزای شینگن رو میگیره این را احتمال ویزا شدنش خیلی بیشتر و مطمئنتر از این هستش که شما خودتون به تنهایی اقدام بکنید وکلای مهاجرت و پناهندگی دکتر بهادوری اما در مورد افرادی که شرایط اخذ ویزای شنگن را ندارند قطعا بایستی به صورت غیرقانونی اقدام بکنند که این مسیرها به این صورت هست که خدمتتون عرض میکنم مسیر اول مسیر هوایی که شما وارد حوزه شینگن می شوید. به این صورت که شما با پاسپورت خود از تهران خروج پیدا کرده و با پاسپورت شباهتی از کشورهای اطراف از طریق ترانزیت خارج شده این مسئله مهم هستش که کارگزار شما حتما در این کار باید قوی و خبره باشه که حدود قیمت برای هر نفر پانزده هزار یورو می باشد و شما می توانید به یکی از کشورهای اروپایی مثل فرانسه و ایتالیا و غیره وارد شوید. مسیر دوم باز همان مسیر هوایی اما شما وارد کشور انگلیس می شوید. به این صورت که حتما باید با کارگزار قوی و خبره این مسیر را طی کنید. با پاسپورت خودتون از ایران خارج می شوید و با پاسپورت شباهتی از تمام مزیرهای ترانزیتی عبور می کنید و در نهایت به فرودگاه انگلیس می رسید که حدود قیمت برای هر نفر 22 هزار یورو می باشد. مسیر سوم مسیر دریایی است به این صورت که از طریق کشتی از ترکیه به ایتالیا رفته که حدود قیمت این روش برای هر نفر 11 هزار تا 13 هزار یورو می باشد که باز بستگی به کارگزار شما دارد. مسیر چهارم مسیر زمینی است که مسیر دشوار و سختی است مخصوصا از ماهای گذشته تا الان که مرزهای ترکیه مسدود و گذر از آنها بسیار سخت شده اما با کارگزارهایی هستند که این کار را انجام میدن که حدود قیمت برای هر نفر هزار 13 تا 13500 یورو میباشد حال فرض می کنیم که شما با یکی از روش های زک شده وارد حوزه شینگن شده اید. حوزه شینگن شامل 26 کشور اروپایی است که کنترل مرزی این کشورها شدت ندارد و شما به راحتی می توانید بین این کشورها عبور داشته باشید. مواردی که از حوزه شنگن می توانید وارد کشور انگلیس شوید به این صورت هست مورد اول با پاسپورت شباهتی صورت می گیره و شما وارد کشور انگلیس می شوید که حدود قیمت برای هر نفر 8000 یورو می باشد باز بستگی به کارگزار شما داره مورد دوم دوستانی که نمی توانند برای هر نفر 8000 یورو بدهند این عزیزان بایستی از بندر کاله توسط قایق های بادی که حدود سه تا چهار ساعت در راه هستند اقدام بکنند که این مسیر را ته بایستی طی کنند و این مسیر خیلی پرخطر هستش حتی میتونند از همان بندر کاله توسط کامیون ها اقدام بکنند که این مسیر نیست با دشوار است و حدود قیمت برای هر نفر 6000 یورو می باشد. وکلای مهاجرت و پناهندگی دکتر بهادوری امیدواریم این راهنمایی ها کمکی باشه تا شما عزیزان بهترین راه و با توجه به شرایطتون انتخاب بکنید.